یک کتاب رو توضیح بدید که از اون کتاب شاید یک جمله خیلی زیبا به نظرتون رسید. مثلا میگی من از کتاب، مثلا اسم اون کتاب رو میگی، میگی من این جمله خیلی قشنگ رو ازش خوشم اومده، میخوام برای دوستان بگم. چون فردا زنگ آخر میخوام در مورد اهمیت کتاب و کتابخوانی داریم با هم دیگه صحبت کنیم. من ببینم کسرا چه سوالی داره. کسرا جان سوال داری بسرم؟ خانم ردسنیه دوجه ما رو چه ردسنیه؟ باید ببینیم، الان نمیدونم. من بعدا تو پیام ها برام بفرست، توی پیام برم بده توی واتساپ، میبینم بهت میگم. باشه پسرم؟ مرسی. خب الان پسرای گل من، ما علوم داریم. من در مورد علوم با یه مقدار با درس رو مرور میکنم، بعد میخوام با هم دیگه پرسش و پاسخ داشته باشیم. یعنی من میپرسم و شما به من پاسخ. من در مورد درس یه مقدار صحبت بکنم، یه یاداوری برای شما باشه، بعد با هم دیگه پرسش و پاسخ کنم. باشه عزیزانم؟ آفرین. ما گفتیم بیشتر پیام هایی که ما از محیط اطرافمون دریافت میکنیم به وسیله نور و صدا هست. پس خوب گوش کنید، بیشتر پیام هایی رو که ما دریافت میکنیم از محیط اطرافمون به وسیله نور و صدا هست. ما مثلا آمبولانس هم نور داره هم صدا داره، یعنی هم با نورش به ما پیام میده هم با صداش پیام میده که تا راننده ها راه رو برش باز کنن و اون تند و سریع حرکت. ما گفتیم بر اثر لرزش اجسام صدا تولید میشه، درسته؟ ما گفتیم بر اثر لرزش اجسام صدا تولید میشه. مثلا من الان روی با این خودکارم روی میز میزنم، صدا تولید میشه. پس بر اثر لرزش اجسام صدا تولید میشه. پس اگر گفتیم صدا چگونه تولید میشه، میگید بر اثر لرزش اجسام صدا تولید میشه. صداها انواع مختلف دارن بچه ها. بعضی صداها بلندن، بعضی صداها کوتاهن، بعضی صداها نازکن، بعضی صداها کلوف هستن. پس هرچی که لرزش جسم تونتر باشه چیه؟ صدا نازکتره. هرچه لرزش جسم تونتر باشه صدا نازکتر. ولی اگر جسمی آهسته به لرزه صدا کلوفتر میشه. اگر جسمی آهسته به لرزه صدا کلوفت میشه. ببینید من الان مدادم رو تون تون به میز میزنم، ببینید صداش نازکه، ولی وقتی آهسته میزنم دیدی؟ پس اگر که هرچه لرزش اجسام تندتر باشه صدا نازکتره. مثل جوجه، ببینی جوجه تونتون میگه چیک 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 چیک، چون تونتون میگه صداش نازکه. ولی مثلا گاوه صداش چیه بچه ها؟ چون آهسته میگه ما، اینطوری میگه ما، این صداش چی میشه؟ کلوفت میشه. پس هر چی که هر جسمی که آهسته بلرزه صداش کلوفتره، هر جسمی که تند بلرزه صداش نازکتره. مثلا اگر ما بیان به طبل محکم ضربه بزنیم صدای اون چیه؟ صدای اون بلنده. و اگر آرام ضربه بزنیم صداش کوتاه. ما در مورد استفاده از گوشی تلفن هم صحبت کردیم، گفتیم که استفاده از گوشی برای شنیدن صدا به مدت طولانی به گوش ما آسیب میرسونه، یا حتی شنیدن آهنگ های با صدای زیاد هم به گوش ما آسیب میرسونه. گفته بعضی از پیام رسان ها به ما پیام خاصی رو میرسونن و برخی از صداها، ما گفتیم صداها چند نوعن. بعضی صداها پیام رسانن، بعضی صداها هشدار دهندن، بعضی صداها خوشایندن، بعضی صداها آزار دهنده هستن. حالا ما وقتی وارد درس بشیم میتونیم قشنگ اینها رو با هم دیگه یاد بگیم. بچه ها ما گفتیم ما از صدا استفاده های زیادی میکنیم. ما
مؤسسه ها برای حرف زدن استفاده میکنی، برای صحبت کردن با دیگران. من الان اگه من صدا نداشته باشم، ببینید شما بفهمید من چی میگم؟ نه دیگه. پس ما با صدا، از صدا استفاده های زیادی میکنیم. اگر گفتم از صدا چه استفاده هایی میکنیم، بگید از صدا استفاده های زیادی میکنیم برای حرف زدن و صحبت کردن با دیگران. بچه ها برای هشدار دادن درباره یک اتفاق، مثلا یک اتفاقی برای ما میفته، ما با صدامون کمک میخواییم، داد میزنیم کمک کمک. پس ما از صدا استفاده های زیادی میکنیم. بچه ها برای ساختن موسیقی هم از صدا استفاده میکنن. ببینید مثلا تار میزنن، گیتار میزنن، پیانو میزنن، اینها چیه؟ صدا تولید میکنه. پس ما از صدا استفاده زیادی پس میکنیم برای صحبت کردن با دیگران، برای ساختن قطعات موسیقی و برای هشدار دادن در مورد اتفاقها. صداها بعضی ها مفید و آرام بخشن، بعضی ها آزار دهندن، بعضی ها هشدار دهندن، بعضی صداها پیام رسانن. ما آزمایشی که انجام دادیم، کیان دیشب یک فیلم خیلی قشنگ از آزمایش کتابمون برای من فرستاده بود. ما گفتیم اگر که جسم مدادها رو توی آزمایش گفتیم، اگر مدادها، من از روی صفحه کتاب توضیح بدم براتون اینجا، ببینید این آزمایش دیشب کیان برای من انجام داده بود و فرستاده بود بچه ها، توضیح داده بود. اگر مدادها به هم نزدیک باشن، خب صدا چی میشه بچه ها؟ اگه نزدیک باشن صدا نازک میشه. ولی اگه فاصله مدادها دور باشن، ما اون کش رو بکشیم، صدا کلوفتر میشه. پس همیشه بدونید اگر که فاصله مدادها از هم کم باشه، ما اون کش رو که بکشیم، لرزش چی میشه بچه ها؟ لرزش چی بسر هم میشه؟ تونتر میشه و صدا نازک میشه. ولی اگه فاصله زیاد باشه، اون کشو که ما بکشیم آهسته میلرزه و صدا کلوفت میشه. توی بطری آب هم همینجوره. بطری خالی صدا کلوفته، چون هوا درش وجود داره و صدا رو کلوفتر. ولی در بطری که تا نصف آب هست، چون هوای کمتری درش وجود داره، چیه بچه ها؟ صدا نازکتر. من الان میخوام درس بپرسم از شماها. من درستم یه به صورت کلی توضیح دادم، دیگه الان یاداوریتون شد. پس من الان از هر کدومتون میخوام یه دونه سوال بپرسم. باشه به سرای گلم، من میکروفوناتون رو باز میکنم و ازتون سوال میکنم و شما با دقت به من جواب بدید پسرای خوبم. خب آقای پسر خوبم و پارسا، پارسا جون عزیزم، خب پارسا، ما توی این صفحه کتاب علوممون تعداد گفته صدا و زندگی. من میخوام شما تو این صفحه برای من توضیح بدید ما چند نوع صدا داریم. میتونی بگی صداها رو؟ صدای ساعت، نه صبر کن، پیام رسان، صدای آمبولانس، صدای ماشین پلیس، صدای ماشین آتش نشانی، ترقه. من مثلا اگه چهار تا مسئول باشه یه روزم حواسم نیست، بعد ما صدای ترقه های مردم میفهمیم که چهار تا مسئولی و میتونیم به ترقه بخریم، ترقه بازی کنیم. نه دیگه، ترقه آزار دهنده است. ما اینجا پیام رسان ها رو میخواستیم. توی این صفحه شما پیام رسان ها تلفن، بله دیگه، صدای یه کودک چیه؟ صدای گریه کودک دیگه، صدای دیگه، یه صدای پیام رسان دیگه هم اینجا هست که زهرم میشنویم، صدای اذان، صدای اذان. آفرین، مرسی از شما پسرم، دست شما درد نکنه. پارسا در این قسمت برای ما گفت که صداهای پیام رسان رو به ما بچه ها برای ما گفت. گفت صدای زنگ ساعت، زنگ تلفن، ماشین آتش نشانی، پلیس، آمبولانس، گریه کودک،
صدای اذان، اینها پیام رسان هستن، به ما یه پیام خاصی رو میخوان بدن. حالا من ببینم آقای مصدق، روحام جون سوال داری پسرم؟ سلام خانم، میخواستم برای شما صدای آزاردهنده و صدای پیام رسان رو بگم. بگو عزیزم، بفرمایید. صداهای آزاردهنده تو این صفحه توی خونه. صدای آزاردهنده توی خونه. آها، تحقیقتو میخوای بگی. دوربینو تنباز کنم. باشه. پس بچه ها، روحام در مورد صداهایی که تو خونه قرار بود تحقیق کنه رو میخواد برای شما بگه. بفرمایید. خب مثلا صدای آزاردهنده صدای جاروبرق آزاردهنده است، صدای سشوار آزاردهنده است، صدای یقداد همسایه آزاردهنده است، صدای اگزوز ماشین همسایه آزاردهنده است. حالا میریم صدای پیام رسان. مثل صدای بلند تلویزیون هم آزاردهنده. حالا میدیم صدای پیام رسان، صدای زنگ در، صدای موبایل، صدای زنگ ساعت، صدای زنگ مایکروفر، صدای اذان مسجد. آفرین، خیلی خوب بود تحقیقش. بچه ها متشکرم از روحام جون، دست شما درد نکنه. بچه ها جونم، روحام تحقیق کرده بود در خونه، ما گفتیم تحقیق کنید در اطرافتون، هرچی صدای آزاردهنده و صدای پیام رسان و هشداردهنده در اطرافتون هست بگید، که برامون کامل توضیح داد. آفرین به شما. امیر بردیا جون، آقای امیر بردیا، شما چی؟ من صدای پیام رسان، امبولانس و آتش سنجی و پلیس. بله. خب صدای آزاردهنده، صدای تلویزیون، صدای ماشین بوغ ماشین. باریکلا، آفرین، مرسی از شما. تموم شد پسرم؟ تموم شد. مرسی، دست شما هم درد نکنه، خیلی خوب بود. امیر بردیا، ممنونم از شما پسر گلم، باریکلا. آقای کسرا، کسرا جان، آقای کسرا. سلام خان. سلام عزیزم. خب کسرا جان شما بگو پسرم. من صدای مشایند و آزاردهنده و پیام رسان. آزاردهنده صدای هواپیما، صدای دلی کردن زمین، صدای آهنگ، صدای تلویزیون، صداش خیلی زیاد باشم. بله زیاد آهنگ دیگه. صدای خوشایند چیه؟ صدای جیکجیک پرنده ها، صدای بچه، صدای یه سوال ازت بپرسم، صدای خوشایند تو خونه تون رو میتونی بگی؟ صدای خوشایند تو خونه صدای مادر و پدرم. آفرین، صدای مادر و پدر، خیلی عالی بود، منتظر همین بودم. بچه ها ما تو خونمون صداهای خوشایندمون، صدای مادر و پدرمون، خواهر و برادرمون، صدای خوشاینده توی خونمون. آفرین به شما پسرای گلم، ممنونم، مرسی از شما. بله بچه های گل من، ما صداهای خوشایند توی خونمون هم داری، صدای پدر، مادر، خواهر، برادرمون. آفرین بهتون. مرشاد جان، مرشاد. بله خانم. دوربینو تو باز کنم. بله، من میخوام چیزای آزاردهنده رو بگم. بگو عزیزم، صداهای آزاردهنده. بفرمایید. صدای ترکیدن بادکنک، صدای بیش از حد تلویزیون، صدای
صدای بوق ماشین، صدای موتور، صدای کارگران، صدای قطار، صدای موتور. بله، مرسی از شما. خیلی خوب. پس مهشاب صداهای آزاردهنده رو تحقیق کرده. حالا کیاشا؟ کیاشا جان؟ حالا کیاشا؟ من میخوام سوالاتی. دوربینتو باز کنم پسرم؟ خیر. باز نکنم؟ نه. خب، شما در مورد چی میخوای تحقیق کنی؟ آزاردهنده. خب بگو در مورد آزاردهنده ها. دویدن طبق بالای بچه. آفرین، خیلی صدای قطار دیگه صدایی باری کلا لیوان. بله، صدای بیش از حد گوشی تلفن و تلویزیون. بله، آفرین به شما، خیلی خوب گفتی. بچه ها ما که ممنون کیاشا جان، ما که تو آپارتمان زندگی میکنیم بچه ها صدای ناخوشایند هم داریم. میدونی صدای همونجور که صدای خوشایند داریم، صدای پدرمون، مادرمون، خواهر برادرمون، صدای ناخوشایند هم داریم. صدای طبقه بالا مثلا مبلو بکشن، بدو بدو کنن، اون صدا ناخوشاینده، باعث آزار ما میشه. درسته؟ یا مثلا صحبت بلند، صحبت کردن تو راه پله ها که قانون رعایت نکنن، اینها میشه صداهای ناخوشایند که الان برامون کیاشا در مورد صحبت کرد. آقای رادین قربانیان، رادین جان، آقای قربانیان. سلام خانوم. سلام عزیزم، دوربینتو باز کنم یه لحظه. بله باز کنید. چشم. خب رادین جون، شما در مورد چی میخوای صحبت کنی؟ صداهای ناخوشایند. بگو عزیزم، بفرمایید. صدای مثلا صداهای موتور که با سرعت میرن، صدای ماشینای پرسرعت، جیغ زدن، تو را پله دویدن با سر و صدا. آفرین. صدای ترق تفنگ ترقی دیگه. یه صدای دیگه هم میشه آزاردهنده باشه. ماشینا که با سرعت میرن یه دفعه ترمز میکنن. درسته؟ یه صدای مثل صدای جوجه. آره. صدای ترمز کردن ماشینا. ممنون ازت، خیلی خوب بود. دستت درد نکنه پسر. خب الان ما بریم دیگه سراغ پسرای خوبم ببینم. بله، رادین صدرایی. آقای صدرایی، شما در مورد چی میخوای صحبت کنی؟ آقای صدرایی، پسرم، باز کنم دوستی تو؟ بله. چشم. به به به، آقای کلاه به سر. خب رادین جون، شما در مورد چی میخوای صحبت کنی؟ در مورد صدای آزاردهنده و خوشایند. خب. و آزاردهنده اول خوشایند رو میگم، صدای که برنده ها و دیگه صدای گریه کودکان. خب گریه کودکان خوشاینده؟ گریه بچه ها. آها. خب دیگه، ببینم صدای آژیر آمبولانس، ماشین پلیس و آتش نشانی چی هن؟ چه صدایی هن؟ خوشدارنده و پیام رسانن. درسته؟ خب شما به من بگو که صدای بوق قطار چیه؟ صدای قطار هشداردهنده. بوق قطار هشداردهنده. صدای خود قطار چیه؟ آزاردهنده. آفرین، آزاردهنده است. مرسی از شما، دست شما هم درد نکنه. آقای کلا سر ما نداریم. عکس قطار رو داره که داره حرکت میکنه. صدای بوق زیاده.
خب ببین وقتی که به شهرهایی میرسه که ایستگاه راه آهن داخلش هست و اون بوقی که میزنه هشدار دهنده است، یعنی هشدار دهنده است بعد، ولی صدای خود قطعه آزار دهنده است. چرا؟ چرا که سرش خیلی زیاده. ممنون ازت، متشکرم پسر خوبم، آفرین به شما پسرم. آقای سپنتا، سپنتا جان، سپنتا سلام خانم سپنتی. سلام عزیزم، دوربین تو باز کنم؟ بله. چشم. خب سپنتا جون، شما چه صحبتی میکنی در مورد صداها؟ من میگم پیام رسان، زنگ ساعت. بله. دیگه زنگ تلفن. آفرین. زنگ در. اینها چی هن پسرم؟ پیام رسان. پیام رسان هن. آفرین. شما میتونی یک صدای آزاردهنده بگی؟ صدای بلند تلویزیون. بله، این همیشه آزاردهنده. جاروبرقی هم برای تو آزاردهنده است. بله، مرسی ازت. دیگه هم سوال داری پسرم؟ بله. صدای خوشایندم، صدای پرنده ها، صدای پدر و مادر، صدای موج دریا، صدای باران. آفرین، خیلی خوب بود صدای صداهای خوشایندت. مرسی ازت، آفرین به شما، متشکرم. بله بچه ها، صداهای خوشایند تو کنم و صدای پدر و مادرمونم میشه. آفرین. آقای محمد حسن، محمد حسن پسرم، محمد حسن سلام خانم. سلام عزیزم، دوربین تو باز کنم مثلا هر تو. بله. خب شما بفرمایید، شما چی؟ بله. سلام. سلام، خوبی؟ چقدر جالب بارون میاد. آره چقدر خوشگل شدی. خب به من بگو. صدای خوشایندم رو میخوام بهتون بگم. صدای پرنده ها، صدای مادر پدرمون، صدای خواهر برادرمون، دیگه صدای اذان. آفرین. باری کلا. حالا من یه سوال ازت بپرسم. افراد ناشنوا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس میشن؟ باری کلا، از طریق نوره که داره اطلاع پیدا میکنه. مرسی از شما، دست شما درد. حالا من سوال میپرسم و شما جواب بدید. آقای آرتین، آرتین جون سوال داری پسرم؟ آرتین جان، خب بس که گویا آرتین رفت بیرون. آریا جون، آریا سلام خانم سالتی. سلام عزیزم، خوبی پسرم؟ بله خانم، میشه دوربینم من باز کنی؟ چشم، حتما شماها بگید من باز کنم. خب حالا من از شما آریا سوال کنم، باشه آریا؟ بله. خب من میپرسم از شما، شما به من بگو که یک فرد نابینا چه متوجه نزدیک شدن آمبولانس میشه؟ متوجه با شنیدن آجیرش. آفرین، با شنیدن جونم. من میخوام صدای خوشایند بگم. بگو عزیزم صدای خوشایند رو. خب صدای خنده بچه ها، صدای زن که مهمون پشت دره، دیگه صدای مادر و پدر، صدای موج دریا، صدای صدف ها، صدای پرنده ها، صدای مثل دیگه با صدای با دیگه با حال صدای
ناخوشایندم اینا، صدای هواپیما، صدای بوق ماشینا وقتی که الکی بوق میزنن، صدای ترمز ماشینا که وقتی سریع یه دفعه ترمز میزنن، صدای جیغ و صدای اون قطار که داره حرکت میکنه. متشکرم، خیلی خوب بود، آفرین به شما، ممنونم ازتون، باری کلا پسرای خوبم. خب حالا آقای امیرعلی، امیرعلی جان شما بفرمایید. آقای کامرانی سلام. خانم سلطان سلام، عزیزم دوربینتو باز کنم. بله چشم. خب شما اول بگو بعد من سوال ازت بپرسم. چی میخواستی بگی پسرم؟ من سوال بپرسم؟ صدای پیام رسان. خب چیا هست؟ صدای زنگ در، زنگ ساعت، خب. زنگ تلفن، بوق ماشین، صدای آمبولانس، صدای ماشین آتش نشانی، صدای ماشین پلیس. خب باریکلا، خیلی خوبه. حالا من یه سوال بچه، صدای اذان. باریکلا، آفرین. من یه سوال بپرسم. خب اینجا صدای نقاره حرم امام رضا چیه امیرعلی؟ میتونی به من بگی جز کدوم دست صداهاست؟ صدای نقاره امام رضا. خوشایند و پیام رسان. آفرین. صدای نقاره حرم امام رضا علیه السلام هم خوشاینده هم پیام رسانه. خب شما به من بگو چه پیامی رو به ما میرسونه وقتی نقاره میزنن؟ موقع چی رو به ما اطلاع میده؟ موقع جشن ها رو، بله، تولد اماما رو نقاره میزنن، ولی موقع طلوع و غروب خورشید رو هم به ما اطلاع میده، درسته؟ بله. وقتی که صبح زوده میخواد خورشید طلوع کنه نقاره میزنن، که یعنی بلند شید موقع نماز صبح میخواد خورشید طلوع کنه. وقتی غروب هم میشه خورشید میخواد غروب کنه، موقع نماز مغرب میشه، اون موقع هم نقاره میزنن. یک بار دیگه هم نقاره میزنن موقعی که یک معجزه میشه و یک مریضی شفا میگیره، درسته؟ بله. پس صدای نقاره امام رضا هم میشه پیام رسان، هم میشه خوشایند. موقع سال تحویل میزنن. بله، میگم که موقعی که جشن هست، ما وقتی جشن نوروز داریم موقع سال تحویل. چه به قشنگ گفتی، آفرین، خیلی مطلب خوبی رو گفتی، مرسی ازت، دست شما دستم. بچه صدای نقاره امام رضا، بچه ها امیرعلی خیلی خوب گفت، موقع عید نوروز، موقعی که سال تحویل میشه، اون موقع هم نقاره میزنن، یعنی اطلاع میدن که دیگه سال تحویل شد و یه دگرگونی در نسل‌ها به وجود اومد. آفرین به شما، باریکلا، باریکلا به شما. آقای فراهانی، امیر حسین پسرم، امیر حسین جان سلام عزیزم، خوبی؟ دوربینتو باز کنم؟ چشم، من باز میکنم، شما بگید من انجام بدم. خب امیر حسین میخواد به من بگه که امیر حسین جون، توی این آزمایشی که ما انجام دادیم، نگاه کن، توی این آزمایش اگر که فاصله، ببینید، گفته اگه فاصله مدادها کم باشه صدا چیه؟ صدا نازکه. آفرین، صدا نازکه. اگه فاصله مدادها دور از هم باشن صدا چیه؟ کلفته. باریکلا. در این آزمایش پایین وقتی که فوت میکنه تو شیشه، اگه شیشه خالی باشه صدا چیه؟ کلفته. اگه بطریمون تا نصف آب باشه صدا چیه؟ نازکه. آفرین، خیلی خوب جواب دادی، ممنون ازت پسر گلم، دست شما درد نکنه، مرسی. آقای میرزاده، تا
تاها جان. تاها. نه. سلام عزیزم. سلام. دوربین تو باز کنم؟ بله. چشم. خوب. حالا آقای تاهای گفت. تاها جون. یه خورده تاریکی صورته تاها. تنظیمش بکن. آها خوب شد. خب تاها جان شما میخواستی صحبت کنی، تحقیق داشتی؟ نمیشه از من بپرسید؟ بله چشم، چرا از شما نپرسید؟ خب تاها شما به من بگو صدا چگونه تولید میشه؟ با استفاده از دو تا اشیا که به هم میزنیم. بله با لرزش اجسام صدا تولید میشه. خب حالا شما به من بگو که شما با وسایلی که در اطراف خودت هست میتونی صدا تولید کنی؟ بله. اینجا این پسره و دختره که سر میز نشستن چگونه صدا تولید میکنن؟ خب قاشق چنگالشون رو میزنن برو میز. بله با استفاده از با زدن ضربه قاشق چنگال صدا تولید میکنن و با زدن دست روی میز هم میتونن صدا تولید کنن، درسته؟ بله. خب حالا اینایی که من بهت میگم و این جمله هایی رو که میگم شما به من بگو درسته یا نادرسته. بوق، صدای بوق کامیون کلفت است. بله درسته دیگه. صدای بلبل چیه؟ کلفته یا نازکه؟ نازک. نازکه، آفرین به شما. خب اینجا شما به من بگو که صدای پرواز کردن زنبور نازکه یا کلفته؟ کلفت. صدای پرواز زنبور نازک. نازکه، بله چون زنبور ها میگن ویز 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 نازکه صداشون. مرسی از شما، دست شما هم درد نکنه، متشکرم از شما. آقای منصوری. ماهان جون. ماهان سلام عزیزم، دوربین رو تو باز کنم؟ من که همه جوره راحتم، شما هر چی بگید من انجام بدم. خب ماهان جون خوبی پسرم؟ نه. خب من از شما سوال میکنم، صدای زنگ مدرسه پیام رسانه یا آزاردهنده است؟ پیام رسان. باریکلا، آفرین. صدای بوق ماشین ها در کنار بیمارستان ها، مثلا نزدیک بیمارستان ماشینا بوق بزنن، پیام رسانه یا آزاردهنده؟ آزاردهنده. آفرین. من دو تا گزینه میگم، تو به من بگو کدومش آزاردهنده. صدای آمبولانس، صدای جیغ و فریاد بچه ها. صدای جیغ و فریاد بچه ها آزاردهنده است، صدای آمبولانس پیام رسانه. آفرین، خیلی خوب گفتی، دست شما درد نکنه، مرسی از شما، باریکلا. آقای موسوی. عطا جون. آقای عطا. بچه ها لطفا شما هایی که دستاتون رو گرفتی، بله دستاتون رو بیارید پایین که دوستاتون که من صدا میکنم دستاشون رو بیارن بالا. عطا جون سلام خانم. سلام. دوربین رو تو باز کنم عطا؟ بله. باشه باز میکنیم برای شما. خب عطای گل ما، آقای عطا باز نمیشید؟ میخوای حالا ازت بپرسم؟ بله. خب عطا صدای نقاره در حرم امام رضا چه صدایی بود؟ صدای پیام رسان. پیام رسان و خوشایند، درسته؟ پس صدای نقاره حرم امام رضا علیه السلام پیام رسان و خوشاینده. حالا شما به من بگو دو تا صدای آزاردهنده نام ببر. صدای موتور. دیگه صدای آزاردهنده. صدای قطار. صدای قطار، درسته. پس اینجا میشه چی؟ صداهای آزاردهنده. ما گفتیم دو تا صدای آزاردهنده بگو، به ما گفت صدای قطار،
صدای موتور، باری کلا صدای هواپیما هست، صدای کندن زمین هست، صداهای آزاردهنده، صدای ترمز ماشینایی که تند میرن، درسته؟ حالا دو تا صدای پیام رسانم بگو. صدای بچه، صدای کودک، گریه کودک پیام میرسونه، چون کودک بلد نیست حرف بزنه که گریه که میکنه ما میفهمیم که یه مشکلی داره. دیگه یک پیام رسان دیگه بگو. صدای ساعت، ساعت، آفرین، پیام رسانه. نه مرسی از شما، دست شما هم درد نکن. آقای کیان، آقای کیان، کیان جان پسرم، کیان، بله، خب کیان جون سلام. سلام عزیزم، خوبی؟ دوربینتو باز کنم؟ باز کنم؟ بله. چشم. خب کیان به ما در مورد آزمایش دیروزش که برای من فرستاده بود با دوستاش هم به 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 آقای کیان خوشگل. خب حالا به من بگو که در مورد آزمایش دیروزت صحبت کن. صحبت میکنی؟ اول یه دونه کش و دو تا مدال هم اندازه ور میداری، بعد این دو تا مدال رو نزدیک به هم میکنیم، میبینیم که هرچی نزدیک میکنیم صدا نازکتر میشه، هرچی از دورتر میکنیم صدا کلفتر میشه. با قدرن میشه انجام داد، با یه بطری خالی و با یه بطری نسته. خب در بطری خالی صدا چیه؟ کلوف. در بطری که نصف آب داره صدا چیه؟ نازک. نازک، آفرین. یک چیزی نام ببر که پیام رسان باشه، یک صدای پیام رسان. پلیس. آفرین. صدای بطری، آمبولانس. صدای بچه نه، صدای کودک. صدای کودک. بله، مرسی از شما، دست شما هم درد نکنه. متشکرم، آفرین به شما. آقای ظاهری، آقای ظاهری، آفرین پسرم، سریعتر بیان که من سوال بپرسم. آقای ظاهری دوربینتو باز کنم؟ بله. چشم. خب آقای طه، من از شما میپرسم. من چند تا چیزی نام میبرم، شما به من بگو کدوما پیام رسانن، کدوما آزاردهندن، کدوما خوشایندن. باشه؟ صدای زنگ تلفن. پیام رسان. صدای ماشین پلیس. پیام رسان. صدای اگزوز ماشین ها. آزاردهنده. صدای سوت قطار. آزاردهنده. صدای موتور هواپیما. آزاردهنده. صدای بازی بچه ها. آزاردهنده. صدای آمبولانس. پیام رسان. صدای دزدگیر ماشین ها. آزاردهنده. صدای اذان ظهر. خوشایند. هم خوشایند هم پیام رسان، چون هم خوشاینده ما خوشمون میاد صدای اذان رو میشنویم، هم پیام میده که موقع نمازمونه. صدای بوق موتور و دوچرخه. آزاردهنده. صدای زنگ ساعت. آزاردهنده. پیام رسان. پیام رسان و هشدار دهنده. مرسی از شما، دست شما درد نکنه. متشکرم از شما. آقای پسر گل ما علی سینا. علی سینا جون، علی سینا، آقای علی سینا، آفرین. علی سینا دوربینتو باز کنم پسرم؟ بله خانم. چشم. خب حالا علی سینا من سوال بپرسم از شما. خب صدا چگونه تولید میشه؟ با لرزش اجسام.
آفرین، با لرزش اجسام. خب ما از صدا چه استفاده هایی میکنیم؟ برای آژیر آمبولانس ها. نه نه نه، از صدای خودمون. برای چی؟ برای اینکه حرف بزنیم. آفرین، برای حرف زدن ما از صدا استفاده میکنیم. شما میتونی به من بگی دو تا صدای آرام بخش و مفید رو به من بگی؟ بله. بگو پسرم. صدای پدر مادر و صدای موج و دریا. باریکلا، آفرین، خیلی جونم. من یه تحقیقم کردم. بفرمایید، بگو عزیزم. صدای خوشایند، صدای موج دریا، صدای موسیقی کم، صدای پدر مادر، صدای ناخوشایند، صدای اگزوز ماشین ها، صدای دریل کردن زمین، صدای هشدار دهنده، صدای ماشین آتش نشانی و صدای اذان و صدای ده. آفرین، عالی بود، متشکرم از شما. مرسی مهدیار. مهدیار جون، آقای مهدیار، آفرین به مهدیار. مهدیار جون. بله خانم سالتی. شما به من بگو که وظیفه ما هنگام نزدیک شدن آمبولانس چیه؟ بریم کنار تا آمبولانس بتونه رد شه. آفرین. خب حالا یه سوال دیگه هم ازت بپرسم. اگر مدادها رو ما به هم نزدیک بکنیم چه صدایی ایجاد میشه؟ صدا نازک‌تره. اگر که مدادها رو دور کنیم چه صدایی؟ کلفت‌تره. عالی بودی، آفرین به پسر گلم، مرسی. آقای آروین، آروین جون، آقای آروین، آفرین به آروین. آروین جان، آروین. بله خانم. نه. خب شما به من بگو که دو تا صدا بگو که پیام رسان باشه. صدای آمبولانس ها. خب دیگه صدا تا میاد، صحبت کن دیگه. چی؟ آمبولانس رو دیگه میتونی بهم بگی؟ صدای پیام رسان. خب خب بگو. این تو این صفحه هست پیام رسان. ما زنگ بعدی هم صداشو میشنویم. چی؟ تو زنگ بعدی هم همینجا ما سی صدای خوشایند میشنویم. پیام رسانم هست. صدای اذان، درسته؟ درسته، صدای اذان. حالا شما به من بگو که دو تا صدا نام ببر که آزار دهنده باشه. صدای ساعت و صدای هواپیماها و صدای قطارها. بله، صدای هواپیما و قطار آزاردهنده است، ولی صدای ساعت پیام رسان هشدار دهنده است. باشه آروین جون. باشه. مرسی، دست شما درد نکنه. ممنونم. آقای سپهر، آقای باغبانزاده، سپهر جان، آفرین به سپهر. خب سپهر جون، سپهر سلام. سلام عزیزم. دوزنم خرابه. یادم نه امام رضا چیه؟ پیام رسانه. آفرین. پیام رسانه طلوع آفتابا. آری کلا، طلوع خورشید. دیگه چه موقعی زده میدونی؟
نه. هنگام سال. موقعی که مرگی درسته؟ بله. یه صدای صدای گنجشک ها وقتی صبح میخونن دیگه، صدای اذان هم پیام رسانه هم خوشاینده. مرسی از سپرسی شما دست نکنه. ممنون بچه های کلمه. از آن رنگ تفریح بکنه استراحت کنید. رنگ بعدی هدیه های آسمانی رو داریم. خسته نباشید، خیلی زنگ خوبی داشتید. من که کلی انرژی گرفتم از دست شما ها، قشنگ جواب من رو دادید. خدا قوت به همه تون میگم. برید استراحت کنید تا زنگ بعد. از دیگه.